خب اومدیم رسیدیم به لیک لوئیس که همون دریاچه بزرگیه که قبل از بنفورد و خیلی معروفه، که خیلی هم توریست اومده اینجا. و اولین کاری که کردیم اومدیم این فروشگاهی که پشت سر ما هست که یه سری سنگای جمستون میفروخت نگاه کردیم، خیلی جالب بود. نرگس هم چند تا خرید کرد برای پسرمون. این یه گردن بند گرفتم، اینم بازی گردن بند گردن بود افتاد زمین دیگه و این هم یه دستمنده. آره اینا رو جید البته خریدیم. بعد داخل فروشگاه هم پر فسیل بود، فسیلای خیلی مختلف. فیلمش حالا میذاریم میبینیم توی مثلا استخون دایناسور بود، تخم دایناسور، دندون دایناسور و استخونای ماهی، ماهیای مختلف از کف اقیانوس در آورده بودن. خیلی فروشگاه جالبی بود. و همچنین برای سنگای آتش فشانی که داخلش وقتی که میشکوندن جئوت نوشته بود، داخلش میشکوندن بعضیشون سنگایی داشتش که خیلی جالب و خیلی زیبا و خیلی قشنگ بودن. در مورد اینکه جئوت ها چجوری به وجود میان، میتونیم به این اشاره بکنیم که موقعی که مواد مذاب آتش فشانی از کوهای آتش فشانی خارج میشن، مقداری آب و همچنین مقداری از گازهایی که مواد شیمیایی دارن داخل اون محفظه بسته مذاب باقی میمونن و حالا یا به داخل آب میرن یا به یه پروسه‌ای که سریع‌تر خنک میشه. این سریع خنک شدن باعث میشه که اون آب و اون گاز قادر نمیشن که از داخل اون محفظه فرار بکنن و اینا که داخل اون باقی میمونن با فعل انفعالات شیمیایی که میدن طی سالیان سال، دهه‌ها و یا حتی قرن‌ها باعث به وجود اومدن این کریستال‌های زیبا و با رنگ‌های مختلف میشن. Thank you.
Thank you.